سلام سلام، فکر کنم لایف هستیم. سلام مریم جون، سلام به همه عزیزان که امروز توی این لایف با ما هستن. خیلی خوشحالم که اینجا در کنار هم هستیم و امروز بتونیم یه سری اطلاعات خیلی خوب به دوستانی که علاقه من هستن بدیم. خب مریم جون، سلام عزیزم، میخواستم بگم اگه میشه شما خودتو یه مقدار معرفی کن برای عزیزانی که دارن میبیننت. عزیزم حتما. اول که خیلی خوشحالم که اینجا هستی مهسا جان، مرسی از وقت گرانبهات و سلام به همه عزیزانی که الان از صفحه مهسا جان دارن ما رو میبینن یا از صفحه خود من یا بعدا خواهند دید. امیدوارم که هر جای دنیا هستی خوش و سلامت باشی. من مریم هستم و خیلی نوپا هستم تو کانادا. حدود یه سال و نیمه وارد کانادا شدم. 23 سال هلند زندگی میکردم و دلیل اینکه توی این بیزینس هستم، همیشه دوست داشتم رئیس خودم باشم. این محکمترین دلیل و اینکه محدودیت ها رو من نمیپذیرم. من اصلا کسی نیستم که تو چارچوب بگنجم، توی یه آفیس توی چهار دیواری بتونم بشینم. برای همین 16 سال که آفلاین تو هلند کار کردم اینو کشیدم، 16 سال بستم. الان تو کانادا واقعا میخوام که آزاد باشم. چقدر عالی، فکر خیلی خوبی کردی واقعا عزیزم. مریم جون بک‌گراند چی هستش کوچولو، اگه بتونی بگی که توی چه زمینه‌ای قبلا کار می‌کردی؟ آره، من بیولوژیست هستم. از دانشگاه با بیولوژی فارغ التحصیل شدم، ولی متاسفانه هلند که رفتم نتونستم ادامه بدم. ولی قسمتی که به درد کمک های اولیه و اینا میخورد، چون توی دانشگاه هم اینا یاد گرفته بودیم، من عضو صلیب سرخ شدم تو هلند و اونو ادامه دادم. و بعد هم که حدود 4-5 سال اسیستنت معلم بودم توی دبستان و بعدش هم به عنوان ادمنستریشن 16 سال فعالیت کردم تا بیام کانادا. خیلی هم عالی. منم با اجازت پس یه کوچولو خودم معرفی میکنم، بریم بعد سر اصل مطلب. منم تقریبا 17 سال اینجا هستم به همراه خانوادم. یه پسر 9 ساله دارم. همیشه تو کارهای بانکی و بیمه بودم، همچنان هم فول تایم کار میکنم و الان یک سال و نیم هم هستش که این بیزنس رو شروع کردم. و منم دلیلم دقیقا همین دلیلی هستش که تو داری مریم جون، به خاطر اینکه منم تقریبا فکر میکنم 17-18 سال هست با کارم توی ایران، چون توی ایرانم حسابدار بودم. بخوایم حساب کنیم تقریبا 17 سالی هستش که مشغول کارهای اداری هستم و واقعا تصمیم گرفتم که دیگه در بیام. دیگه واقعا از اینکه تمام زمانم همش کنترل شده است، اهداف بندی ها همه، یعنی هدف بندی ها همه با شرکته، من باید چیزایی که اونا میگن رو دنبال کنم. در واقع همین محدودیت هایی که میگی، منم دیگه والا خسته شدم واقعیتش. و از وقتی که پسرم به دنیا اومد اینو بیشتر حس کردم، یعنی احساس کردم که مثلا میخوام یه زمانی رو باش باشم، همش باید نگران باشم که مرخصی میتونم بگیرم، به هم میدن نمیدن. یا مثلا به دنیا اومد یه مدت خیلی طولانی همش مریض میشد میرفت مهد کودک، سر کار حتی به این فشار میآوردن که مثلا باید دنبال یه برنامه ای باشی که این بچه رو یه جا بذاری، چون نمیشه که هی مرخصی بگیری. اونا هم درست میگفتن البته، ولی خب تمام اینا در واقع من یه ذره خوش کرد به این که واقعا باید برای خودم کار کنم دیگه، بس هرچی برای اهداف بقیه و برای رسیدن به قول معروف کامپانیا به اون چیزی که میخوان دیگه بسه، و دارم میخواست برای خودم شروع کنم این کارو. دقیقا میگم، حالا خوشبختانه میتونم بگم کسایی که یعنی این رشد فکری رو میکنن و به اون درجه میرسن، چون من همیشه میگم الان زندگی ما بردگی مدرنه. قدیما بردگی ها با شلاق و بی‌غذایی و یک کاسه آب فقط میذاشتن جلشون، الان با کراوات و کت دامن ما داریم همون بردگی مدرن رو میکنیم. و واقعا من هم همینطور خیلی خسته شده بودم و الان همونطور که گفتین اسکیجول زندگیمون دست خودمونه، خودمون میدونیم کی کار کنیم، کی سفر بریم، کی خونه باشیم، کی ورزش بکنیم و هیچ چیز رو موکول. من خودم شخصا الان دیگه هیچ چیز رو موکول به آخر هفته نمیکنم. دقیقاً این نکته خیلی خوبی بود گفتی، به خاطر اینکه ما همش میمونیم میگیم وای جمعه رسید هورا به قول اینا، مثلا هپی فرایدی و همه دیگه در حال بزنه برخصن که اون دو روز رو فقط بتونن ازش استفاده کنن. که البته ما فکر میکنم ماهایی که خانواده و بچه و اینا داریم میدونیم همه که اون دو روز کارهای عقب افتاده یه هفته رو باید انجام بدیم، تازه باز نمیرسه آدم که بخواد مثلا با عزیزانش وقت بگذرونه. برای همین بعدم سریع میگذره.
آره واقعا برای داشتن یه همچین موقعیتی که آدم بتونه وسط هفته ها به کاراش برسه، به کارهای در واقع بیزنسش برسه، حتی بتونه در کنار خانوادهش باشه، یه مزیت خیلی خیلی بزرگیه. و فکر کنم الان واقعا من این چیزی که دارم میبینم توی این 4-5 سال اخیر، به خصوص بعد از پندمیک، خیلی همه دارن به سمت این میرن که یه بیزنس فلکسیبل داشته باشن، چون مردم تجربه کردن، همه ما از کارامون به خصوص، ما رو فرستادن خونه و تجربه کردیم که چقدر خوب آدم بتونه از تو خونه هم کار بکنه، هم پیش عزیزاش باشه، هم به قول معروف زمان بیشتری داشته باشه، چون شرکت ها خیلی فلکسیبل شدن دیگه. و این واقعا همه رو داره هول میده به این طرف که بتونن یه بیزنس فلکسیبل برای خودشون داشته باشن. همین بیزنسی هم که ما داریم دقیقا همینه، یعنی همین که گفتی عزیز، همین پندمیک واقعا باعث شد که خیلی ها به این فکر بیفتن، چون آره خیلی ها واقعا بیکار شدن. اون زمان خب من هلند بودم، خیلی شرکت ها درش بسته شد، خیلی کارمندا من خوشبختانه جستم، ماها بودیم، ولی هفته ای مثلا دورانی کار میکردیم، 2 روز یه عده کار میکردن، 2 روز یه عده، 2 روز یه عده. ما حتی شنبه ها رو کار میکردیم، به خاطر اینکه این همش میگشت که تعداد کم باشه، همدیگه رو نبینیم توی شرکت، تعداد زیاد نباشه. ولی خب همین یاد داد به همون یه پلن B باید تو زندگیمون باشه، اگر که اتفاقی برای شغل اصلیمون افتاد توی این روزگاری که حتی تو کاناداش این تورمی که الان وجود داره واقعا زیاده، چون کسایی که تو ایران ها فکر میکنن اینجا هیچی وجود نداره، هیچی گرون نمیشه. باور کن هفته پیش ما کاسکو بودیم، با یه ماه قبلش من داشتم قیمت ها رو چک میکردم، خیلی تفاوت پیدا کرده. یعنی وقتی اینو میبینی میگی خب بس من باید یه کاری بکنم، تا 2 سال آینده، تا 3 سال آینده رو ما باید بدونیم چی کاره ایم. همینجوری نیست که فقط همین امروزم رو من ببینم، چون خیلی مهمه. ماهایی که مادری، ماهایی که فرزند داریم، آیندهشون برای شما، من و مادرهای دیگه خیلی مهمه که آینده فرزندانمون قراره چجوری باشه. و من خودم شخصا وقتی که جوین شدم تو این بیزینس و فهمیدم که آیدی بین‌المللی که به من داده شده میتونه به ارث برسه به فرزندم، وقتی که من نیستم یا اصلا دوست ندارم دیگه این بیزینس رو ادامه بدم، میتونم بدم به یکی از اعضای خانواده‌ام، از همون جایی که من رسوندم دیگه نیاز نیست برگردن به صفر دوباره شروع بکنن. یعنی یک چیز خیلی عالی بود برای من. و این آره، همین که معلوم، خب پسرم 18 سالشه، میگم چرا که نه، سلامتی باشه، کار دانشگاهشو میکنه، در کنارش هم یکی 2 ساعت برای بیزنس وقت میذاره. آره اصلا از الان چقدر خوبه که آدم یاد بده به بچه ها که یه پلن بی تو زندگیشون داشته باشن. فکر میکنم جنریشن ما خیلی آمون اینو یاد نگرفتیم، همش فکر میکنی خیلی آمون به همون گفته شد برو در مدرسه دانشگاه درس بخون، بهترین مدرک رو بگیر، بعدشم برو سر کار، توی کارت پیشرفت کن و این باشه چیزی که در واقع برنامه زندگیت باشه. ولی هیچ کدوممون دنبال یه پلن بی نبودیم. و یه چیز جالب دیگه ای که الان گفتین، واقعا همین که آدم میتونه به بچه‌هاش بده، همین که ماها، من خودم رو میگم البته دارم یه ذره نزدیک میشم هی کم کم به دوره ریتایرمنت، و این بیزنس این موقعیت خیلی عالی رو که در اختیارمون میذاره که مثلا آدم اگه توش فعال بمونه، مثلا هر روز مستمر کار بکنه، وقت بذاره، بعد از 3 تا 5 سال میتونه به یه درآمد ثابت برسه. خب این یه مزیت خیلی بزرگه. مثلا من توی کار کارمندیم بخوام ریتایر بشم، با توجه به اینکه کی اومدم به کانادا و چند سالم بود کارو شروع کردم، باید بعد در واقع حدود 75 سال اینطوری یا ریتایر بشم، که تازه با این درصد یه ذره، یه درصد رو درصدی که به حقوقای ما اضافه میکنن، واقعا وقتی حساب کردم اصلا چیزی با تورم ها و تمام اینا که در نظر میگیریم تا یه مثلا موقعی که من ریتایر بشم، چیزی اونقدر دست منو نمیگیره. و خب اصلا هم دوست ندارم تا 75 سالگی کار کنم، یعنی کار اداری بکنم. ممکنه مثلا بیزنس خودم باشه که دیگه اینقدر رشد کرده باشه که خیلی هم وقتی روش نذارم، آدم همینجوری تا سن بالاتر هم ادامه بده، چون فلکسیبل هستش. ولی اینکه بخوام سر یه کاری تا 75 سالگی برم، اصلا واقعا خودم رو توش نمیبینم. و این بیزنس این موقعیت خیلی خوبم داره که آدم به یه درآمد ثابت میرسه، به علاوه اون چیزی که داره با ریفر کردن بقیه به این مثلا سیستم دریافت میکنه، در واقع میتونه بعد از 3 تا 5 سال به یه درآمد ثابت برسه، که تا این تازه این درآمد ثابت هم همینجوری که آدم ادامه بده هی بالاتر و بالاتر میره. و این یکی، آره این یکی دیگه از چیزایی بود که من خیلی خیلی در مورد این بیزنس دوست داشتم.
و یه چیزی هم که ما همون اول شروع کردیم دوتامون هم عین هم بودیم، محدودیت نداشتن این بیزنس هست. دقیقاً. من اتفاقا یه چند روز قبل بود توی صفحه کافی بودم توی تیم هورتون و یه لایو رفتم و خیلی جذاب بود برای خیلی، آمدن کامنت گذاشتم، واقعا گفتم باور کنید من الان دارم تو صفحه کافی هم، وقتی که البته آمدم دندقه بگیرم دیدم پشت، گفتم خب الان چه کار کنم دیگه، مجبورم وایستم. قشنگ 8 دقیقه من تو صف بودم، تو قسمت درایوش من 8 دقیقه تو صف بودم. تو اون 8 دقیقه لیدامو چک کردم، به 9 نفر زنگ زدم، تیک تاک هم یه پست گذاشتم، یه لایو رفتم و بیزنس تموم شد. یعنی برای اون روز برای من تموم شد دیگه، کافیمو گرفتم برگشتم خریدامو کردم اومدم خونه، تموم. یعنی برای از این سوال بود که واقعا یعنی شما تو صف کافی هم که وای میسین بیزنستون رو انجام میدین به همین سادگی؟ آره به همین سادگی. واقعا من خودم چون خب همچنان کار میکنم، یکی از چیزایی که اول از همه همش فکر میکردم میگفتم من چجوری میرسم که بتونم اینو انجام بدم، به خاطر اینکه کار میکنم به هر حال ساعت کاری و میخوام این در واقع کارم رو نگه دارم تا وقتی که بیزنسم دیگه به اون حد بالایی برسه که با خیال راحت کارم رو بذارم کنار. البته به زودی به جای 5 روز میتونم 4 روز کار کنم به کمک این بیزنس، خدا رو شکر. ولی آره قربونت. ولی چیزی که برای من خیلی مهم بود این که خب من میتونم توی این شرایطی که دارم بعد از کارم اون 3-4 ساعتی رو که در طول روز با پسرم هستم و خب با خانواده و همسرم میگذرونم، بعد دیگه از 8-8 که اون میخوابه من واقعا دیگه 2-3 ساعت قشنگ اگه بخوام 2-3 ساعت وقت بذارم، 1 ساعت وقت بذارم هر چقدر، دیگه مشغول این بیزنس هستم دیگه. یعنی واقعا این که زمانم رو خودم بتونم تعیین کنم یکی از بزرگترین مزیت هاست و واقعا وقتی که میبینم که یه همچین چیزی برام وجود داره من خیلی بیشتر مشتاق میکنه که من تلاشم رو بیشتر بکنم که هرچی زودتر این 4 روز کار بشه، 3 روز و 2 روز و 1 روز، بعدم دیگه یه روز بیام اینجا بگم کویت کردم. دقیقا اون روزم دور نیست، به سلامتی فکر کنم توی چند ماه آینده اینو از شما خواهیم شنید. و واقعا میگم مزایای این بیزینس تمومی نداره، یعنی هر چقدر بگیم کم گفتیم. یعنی خیلی ها شاید باورشون نشه چون بعضی موقع این کامنت ها رو ما میگیریم، شما هم حتما میگیریم. ولی واقعیت قضیه این هستش که ماها درون این بیزینس هستیم، ماها داریم با پوست و استخونمون لمسش میکنیم. کسایی که از بیرون بیزینس نگاه میکنن بعضی موقع فکر میکنن شعاره یا تبلیغاته یا داریم همینجور یه چیزی میگیم. آره. ولی واقعیتش این هستش که وقتی که شما وارد این بیزنس میشین این چیزایی که ما میگیم بیشتر از اون رو تازه خودتون حس میکنین، خودتون لمس میکنین و این ساپورتی که هست از طرف منتور و کوچ. من الان داشتم با یکی از دوستان در موردش حرف میزدم، گفتم ببینین ساپورتی که ما توی این ترینینگ ها داریم از طرف منتور و کوچمون فقط برای یادگیری نیست، ما ساپورت روحی میبینیم، ما هممون مهاجریم و هممون واقعا به این ساپورت معنوی نیاز داریم. من خودم شخصا خیلی نیاز دارم بهش، دور از پدر و مادر و خواهر برادر هستم و فکر نکنم کسی باشه که بگه نه من تو تنهاییم خیلی شادم، امکان نداره. واقعا شاید درخت بتونه با تنهایی شاد باشه ولی ما انسان هستیم و باید سوشیال زندگی کنیم. همین 2 هفته پیش من توی تو تورنتو بودم چون من اتاوا زندگی میکنم، پیش سارا جان بودم، حتما ویدیوها رو دیدین، عکس‌ها رو دیدین. آره آدم لذت میبره. یعنی من اصلا فکرشو نمیکردم وارد این بیزنس بشم با یه جمعی آشنا بشم که انگار سالیان من این انسانها رو میشناسن، در حالی که چند ماه بیشتر نیست من اینا رو میشناسم. یعنی یک سپورت روحی خیلی بالایی بهم داده و خیلی شادم کرده و واقعا دارم از انجام دادنش لذت میبرم. واقعا واقعا عالیه و شما میگم این پوان خیلی بزرگ هستش که آدم میتونه هر جای دنیا که میره، چون گلوبال هستش دیگه، همه جای دنیا در واقع در حال انجام هست، هر جای دنیا که آدم میره یه نفر رو میشناسه. الان مثلا من با دوستایی هستم که تو آلمان هستن، توی سوئد هستن، دوستایی که مثل شما هستن توی تورنتو هستن، ونکوور هستن، استرالیا هستن، بله آمریکا هستن، آمریکا هستن و خیلی نیوزیلند، همه جای اروپا. دقیقاً جالبیش همینه که یعنی مثلا حتی اگه ما سفرم بریم خیلی وقتا مثلا من شده 1-2 جا که خواستم برم گفتم رفتم گشتم ببینم کدومه که بچه ها کجا هستن، بهشون گفتم من دارم میام که بتونم ببینمشون. و چون فکر میکنم یه دلیلش این که ما احساس میکنیم که اینجا خیلی احساس راحتی و سریع با هم دیگه کانکت میشیم، به خاطر اینه که
تقریبا هممون اهدافمون خیلی نزدیک به همه که وارد این سیستم شدیم، تقریبا داریم اهدافهای نزدیک به هم رو دنبال میکنیم، فکرامون خیلی نزدیک به همه و با همین ساپورت های روحی که همه به هم دیگه میدیم واقعا باعث میشه که آدم همینجوری هی رشد میکنه و با حس خوب، با اون انرژی خوب رشد میکنه و جلو میره واقعا. و من فکر میکنم همه انسان ها باید اکتیو باشن، هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ جسمی، چون خیلی از انسان ها هستن که تو سوشیال میدیا میبینیم فقط از لحاظ جسمی فعالن و ذهنشون مسکوت مونده و متاسفانه این اصلا خوب نیست. من 100% مخالف اینم. شما اول باید ذهن تو آماده بکنی، ذهن تو رشد بدی، مطمئن باش اون ذهن به جسمت هم سرایت میکنه و رشد میکنه و این بیزنس باعث میشه که واقعا با اینها که میگم مهاجرت ما رو قوی کرده، ولی این بیزنس اعتماد به نفس ما رو و اون مایندست ما رو خیلی بالا برده. یعنی من خودم شخصا اینو حسش میکنم، خیلی کمک کرد. خیلی خیلی واقعا کمک خیلی بزرگیه و همون مایندست که میگید، من یکی از طرفدارای خیلی بزرگشم که شما خودت هم میدونم این کارو میکنی مریم جون، خیلی کتاب میخونیم. شروع یعنی من شروع کردم بیشتر در مورد مایندست هی کتاب میخونم، در مورد اینکه یه آدم یه بیزنس اونر باشم چجوری فکر کنم، چجوری رفتار کنم، چجوری منیج کنم، چجوری زندگیمو دیسیپلین بدم، تایم منیجمنت درستی داشته باشم. و خب همه اینا در واقع رشد دیگه، فقط رشد تو بیزنس نیست، رشد توی زندگی شخصی هم هست که من واقعا از این قسمتش هم خیلی خیلی دارم لذت میبرم. و اینکه جلوه میکنه واقعا. ببینید وقتی که اون بچه‌ای که تو خونه هست مادر و پدرش رو میبینه که چه برنامه جالبی تو زندگیش داره، چون خیلی از ماها متاسفانه روزمرگی میکنیم و زندگی نمیکنیم، ولی وقتی که وارد بیزنس میشید این کمک میکنه به همون مایندست. از طرف دیگه رشد ذهنی که ما داریم اون میاد و جلوه میکنه تو زندگیمون و بچه‌هایی که کنار ما دارن رشد میکنن این رو میبینن. شاید بعضی بگن بچه هست نمیفهمه، نه، بچه هست همون زمانی که تو شکم مادر هست همه چی رو داره درک میکنه و میفهمه. الان پسر من میگم خیلی، یعنی خیلی سوالا میپرسه، مامان چجوری باید شروع کنیم، مامان میگم مامان جان چون هنوز 18 نشده، میگم مامان جان سلامتی بذار 18 ات پر بشه همه چی میتونی خودت هم شروع بکنی، اصلا چرا با من خودت تنها میتونی بیزنس خودت شروع بکنی، سلامتی باید دانشجو بشی، نیاز به درآمد داری، بیزنس خودت رو بزن. یعنی این تأثیر میذاره. ولی اگر من یه زن خانه‌دار باشم که فقط تو آشپزخونه باشم یعنی بچه من چیزی یاد نخواهد گرفت. این کمک میکنه واقعا، فقط به خودمون نه، به خانوادهمون هم داریم خیلی کمک میکنیم از طریق این بیزنس. 100%. خب مریم جون فکر میکنم که یه قسمت مهمو که همه عزیزان فکر میکنم شاید سوالشون باشه مطرح کنیم و بعد دیگه خدافظی کنیم برای این سرو از عزیزان. با اجازت من شروع میکنم، اگه چیزی رو میس کردم شما لطفا بگو. خیلی از عزیزان میپرسن که خب حالا همه چی چقدر خوب، چقدر عالی، مثلا ما دوست داریم، علاقه داریم که شروع کنیم، حالا چجوری شروع کنیم این بیزنس رو، یعنی مراحلش چیه؟ اول از همه باید بگم که حتما تحقیقاتتون رو بکنید. ما همه اینجا هستیم تحقیق کردیم، هممون یه مثلا 2-3 ماهی تحقیق کردیم، سوالامون رو پرسیدیم اومدیم، ولی در واقع اطلاعات اصلی رو از خود سیستم گرفتیم، چون این سیستم خیلی هوشمندانه طراحی شده. مثلا من خودم که هیچ وقت بیزنس نکردم 100 سال نمیتونستم بیام یه همچین سیستمی را بندازم، از به قول معروف از بنیان بخوام شروع کنم و بسازمش، باید مثلا 20 سال کار میکنم یه همچین چیزی میساختم. برای همین من به همه عزیزان میگم بیاین از خود سیستم اطلاعات رو بگیرید. اولین کاری که میکنین توی صفحه فیسبوک یا اینستاگرام مریم جون یا من میتونید بیاین دایرکت مسیج بدین، یعنی در واقع روی مسنجر به ما پیغام بدین بگین علاقمند هستین. و تنها چیزی که شما لازم دارید به ما بدین یا حتی برید تو وبسایت ما خودتون رجیستر کنید، اسم و فامیلتون هست و ایمیلتون، و این اسم و فامیل و ایمیل مطمئن باشید که سکیور هستش، چون وبسایت‌های ما همه پرایوسی داره و کاملا سکیور هست و فقط هم برای همون منظور استفاده میشه. و بعد که ایمیل و اسم آدرستون رو دادید، ما براتون یه لینک میفرستیم برای اولین قدم که دیدن یه وبینار 90 دقیقه‌ای هست که کل این سیستم رو به صورت یه صورت در واقع کلیات این سیستم رو توضیح میده که در واقع آنلاین مارکتینگ هستش. و بعد از اون توی خود اون وبینار دعوتتون میکنه بیاین برید دوره 30 روزه آزمایشی رو انجام بدید. بعضی از دوستان میگن آموزشی، میخوام اینو بگم اینجا که آموزشی نیستش،
دوره آزمایشی هستش، 30 روزه هسته، شما براش باید $200 کانادایی یا $149 آمریکایی بدین و این رو اینجا گذاشتن به خاطر اینکه کسایی که واقعا جدی هستن بیان تو. این $149 US یا حالا $200 آمریکایی نه به من میرسه، نه به مریم جون، نه به کوچ، نه به هیچ کس. میره یه جا مثل یه دیپازیت میشینه برای شما، براتونم رسید صادر میکنن همون لحظه که پرداخت میکنید و این 30 روز رو به شما میدن که براتون یه 4-5 تا ویدیو میفرستن، تمام دیتیل، این که ما با چه شرکت هایی کار میکنیم، سرمایه گذاری ها به چه شکل هستش و در واقع درآمدایی که دارید، طبقات درآمدی به چه شکل هست، همه اینا توی ویدیوهای خیلی ساده توضیح داده شده. بعد از اینکه این ویدیوها رو دیدین میتونید تصمیم بگیرید، مثلا با مریم جو صحبت میکنید، بعد میتونید با یه کوچ که با پیش ما هستش صحبت بکنید و اطلاعات رو یه ذره به ریستر بگیرید. ولی تا قبل از اینکه وارد دوره 30 روزه شدید خیلی از چیزا ممکنه هنوز براتون مبهم باشه و من واقعا پیشنهاد میکنم به عزیزان هیچ ریسکی نداره تو این 30 روز. اگر علاقه نداشتین $149تون یا حالا همون $200 کانادایی بدون هیچ کم و کاستی بهتون برگردونده میشه و اینجوری میتونید اطلاعات رو بگیرید. و همونجوری که گفتم این اطلاعات رو خیلی از دوستان میان از ما میپرسن، میگن که خب مثلا حالا اینجاش چجوری، اونجاش چجوری، بعد وارد دیتیل میشن و اصلا گم میشن توی این توضیحاتی که هم ما میدیم هم خودشون سوال هی براشون مطرح میشه. بهترین کار اینه که اون دوره 30 روزه رو برن بدون هیچ ریسکی هست. واقعا شده که بعضیا اومدن گفتن ما الان آمادگی نداریم، $149شون برگردوندن و رفتن و دوباره برگشتن، مثلا بعد از 1-2 ماه برگشتن. ولی حتما بیان دوره 30 روزه رو امتحان بکنن برای اینکه بتونن اطلاعات رو کامل بگیرن، یعنی اینکه از من 4 کلمه نشنون، از مریم جون 4 کلمه بشنون، از یه نفر دیگه 4 کلمه بشنون. و من فکر میکنم این مراحلی هستش که بیان و خودشون ببینن، اطلاعات رو کسب کنن، ببینن به دردشون میخوره یا نه. حالا مریم جون اگه شما چیزی من میس کردم لطفا اضافه کنید. کامل بود، کامل بود مهسا جان، همین هست. و امیدوارم که دوستانی که واقعا جدی هستن برای تغییر زندگیشون، چون این یه قدم خیلی بزرگ تو زندگی هممون بوده، ما انجامش دادیم و امیدوارم کسایی که دوست دارن زندگیشون تغییر بکنه این قدم بزرگ رو بردارن. منم امیدوارم. مرسی مریم جون، زنده باشی. مرسی، خیلی عالی بود. مرسی مهسا جان از زمانت. مرسی از همه عزیزانی که میبینن. زنده باشین، روز و شبتون بخیر. قربان، خدا نگهدار. خدا حافظ شما.